Thank you.
Thank you.
با ادامه برنامه خوش آمدید. با توجه به اینکه خب پیشرفت‌های تازه در پیوند به امضای توافقنامه صلح از سوی طالبان زیای وقت خوانده شد و ظاهرا دیده میشه که طالبان تمکین نمیکنه به خواست‌های تازه آمریکا، اما سوی دیگر با توجه به تاکیدات جدی دولت افغانستان در پیوند به تامین آتش بس و مسئله تایید منابع غیر رسمی مبنی بر اینکه خب قرارداد خروج نیروهای آمریکایی را هم آمریکایی‌ها خواستند که به شکل مشروط امضا شود، دیده میشه که فضای صلح و امضای توافقنامه صلح و تامین صلح در افغانستان بیشتر تاریک به نظر میرسه و بیشتر پرسش‌های کلان مطرح میکنه در پیوند به آینده برقراری صلح در افغانستان. اما در نهایت راه حل اساسی و بنیادی برای رسیدن به یک توافق همه جانبه چی است؟ به نام پرسش آخر و جنبندی از ارسی میمانو میپرسم. آقای راوش بفرمایید. خب بابدو که یک سوال بسیار سخت هم است که کل اصول ازور کل میکانیزم باید بگویم که چگونه این همه واقع شده و چگونه این همه تحقق پیدا میکنه یا پیدا خواهد کرد. به هر صورت ما بحث یک حزب سیاسی روشنفکری، حزب آبادی افغانستان که آبادی مملکت خود میخواهد، ما بر محور منافع ملی افغانستان حرکت میکنیم. آنچه که خلاف منافع ملی ما باشه رو قبول نداریم، تحمیل کسی هم قبول نداریم. اگر این صلح برای ما کسی دیگه دکته کنه، تحمیل کنه، ایران قبول نداره. چرا؟ او بر محور منافع ملی خود این صلح را خواست. ما بر محور منافع ملی خود میخواییم. منافع ملی ما در چی است؟ در این است که جنگ به صورت طبیعی، به صورت کل ختم شد. یک و خلاص. دو، تمام منابع اقتصادی که در افغانستان است که به دست غیر کنترل میشه یا به صورت غیر قانونی کنترل میشه، به کنترل نظام واحد، دولت واحدی که ساخته میشه از کنترل جبه. در بحث های ما یک چیز مان و او ایست که بحث جهات اقتصادی از این جنگ است. این جنگ از یک جای تغذیه میشه، از یک جای تمویل میشه و منابع تمویلش داخل و خارج وجود داره. باید منابع داخلی و خارجی جنگ خوش کنیم. شما میفهمین که ترافیک مواد مخدر یعنی چی؟ تشکر. یعنی کجای جنگ تامین میکنه؟ همه از اینها مسائل است که باید شما گفتین که این رای حل چیز. بله. رای حل بسیار نکات مهم دیگه هم است که سر از او باید مکس شوه، سر هر کدام ترکیب صورت بگیره، تشریح شوه و ایده کمپلکس حل شوه. و خواهش ما به صورت کل از طالبا، از دولت افغانستان به این حزب سیاسی ای است که برادر گفته که دیگر در آغوش بگیرد، بسیار پشت خوردگیری های که اغیار او را مطرح می کنند نگیرند. آقای قاضی بفرمایید. شما کوتاه. ما کوتاه عرض می است که بین اول پشت خارجی ها نگردیم، خانه از خود ماست، مالک خانه خود شوید و صلاحیت تصرف در خانه خود پیدا بکنید و او صلاحیت تصرف ایست که با هم اتفاق کنیم از نفاقی که ما را تا به امروز بدبخت ساخته به این نی بکنیم، بریم به طرف اتفاق. حکومت هم بیای امرای مردم یک جای شود، در یک حرکت ملی قرار بگیره، بریم به یک اجماع ملی و در اجماع ملی خود ما سرنوشت خود را تعیین بکنیم و به خارجی اعلان کنیم که ما افغانا در هر مقطع زمانی میتانیم خود ما بالاخره سرنوشت خود را به دست خود تعیین کنیم. تشکر. آقای بشری کوتاه فرمایید شما. اول باید بگیم گفتگوهای صلح یک وسیله است. هدف ما صلح است و بیاین به خاطر رسیدن به این هدف مشترکاً همه ما کار کنیم و علایق خود که شخصی است، روابط خود و امتیازگیری خود کنار بگذاریم. دومی که طالب باید آتش بس بپذیره. هیچ رای دیگه غیر از پذیرفتن آتش بس وجود نداره. یعنی رایی که ما را میتونه که به گفتگوهای مستقیم صلح وارد بسازه آغاز آتش بس و پذیرفتن آتش بس از طرف طالب است. حکومت اراده قوی برای صلح داره و ما این را در عمل ثابت ساختیم و هر کسی که شک داره برایشان ثابت میسازیم که حکومت اراده. حکومت برای تمام ملت خود اطمینان میده که ما به نمایندگی از ملت خود در گفتگوهای صلح وارد صحبت میشیم. ما به خاطر پیشبرد امورات صلح وزارت صلح ساختیم، نه وزارت جنگ. این به خاطر وضاحت قاضی صاحب گفتم که قبلا گفتن وزارت برای جنگ نیست. وزارت صلح هست و این وزارت صلح
به خاطر هماهنگی وزارت دفاع در هر کشور وجود داره وزارت و این مسئولیت تنفیذ قانون داره. واشنگتن بمبارد میکنه شما در روز میکشید. بسیار تشکر مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب و شما تشکر بنده عزیز که این بحث با ما تا کنون دنبال کردید. تا بعد خدا نگهدار.